با درود به تمام عزیزانی که هر جای دنیا هستین که دارین ما رو میبینین، چی در ایران، چی در اروپا، چی در آمریکا. امیدوارم که روز شب خوبی داشته باشین، امیدوارم که همیشه شاد و سربلند باشین. این مقدمه‌ای که ما گذاشتیم اول به خاطر این که بگیم که مردم تاجیکستان که فارسی زبانن جشن و بهار جشن میگیرن، با چه لباس‌های خوشگلی، با زیبایی های طبیعت جشن میگیرن، ولی مال ما ایرانی ها همیشه است. اینا 40 سال اومدن، یک حکومت دینی اومد که میگه عذاب بگیرین، سیاه بپوشین، و این سیاه پوشیدن یعنی دل ما رو هم سیاه بکنن. به خاطر همون اول برنامه یاسر جان اینو گذاشت. برنامه دیگری اومد، هفته دیگه شروع کردیم با کارگردانی آقای یاسر عزیزم، دستش در نکنه، واقعا زحمت میکشن. به شما عزیزانی که ما رو میبینیم، امیدواریم که امروز چاییتون برا باشه و برنامه ما رو دارین گوش میکنین. بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنم بیام خدمتتون. خداوند عزیزم، شکرگزارم، سپاسگزارم برای رحمتت، برای برکتت، برای فیضت ای خداوند. ایمان دارم که ای خداوند برنامه من در دستای قدوس توست. ای روی پاک مسیح خداوند، منو هدایت و حمایت بکن به در خداوند، بذار تا بتونم آن چیزی که میتونه کلام تو به قلب ها برسونه، خداوند زبان منو تقدیس بکن، و هر چی از زبانم بیرون میاد بذار خداوند نام تو رو جلال بده. شکرت میکنم برای این وقتی که من دادی، به نام پر جلال عیسی مسیح، آمین. امیدوارم که همه چیز خوب باشه عزیزان. میخوام که فقط از یاسر جان عزیزم میخوام که یک لحظه این تلویزیون رو ببندی صداشو، برای اینکه من صدام ایکو داره، اگه لطف بکنی. مرسی. برحال ما باز کردیم که اینو گوش بدیم، ولی دیدیم که صدای کو داره، ولی فکر کنم صدای تلویزیون بازه. بله، برحال بذار ما شعر ما رو بخونیم، که این شعر سرودی که همیشه میگیم به شما گوش میدیم، شعرهایی که از قلب ما میاد و به نام عیسی مسیح براتون میخونیم. ما از شاعر نیستیم، ولی خب به هر حال براتون میخونیم. میگی ای خداوند جانم پدر، در تو دارم حیات ای پدر، حاکم زندگی من تویی، با تو هستم قوی ای پدر، جان من مشتاق دیدار توست، گویم در تو دارم حیات ای پدر، با روی خود مرا آرام کنی، روی تو باشد رهنمایم ای پدر، در جهان پر از آشوب زندگی کنم، میدانم مسیح با من است ای پدر، با حکمت مرا تعلیم دهی، تا شوم شبیه مسیح ای پدر، ای خداوند جانم، ای خداوند جانم، با تو هستم چه خوشحالم ای پدر، تا که مسیح با من است، خود را پر از حکمت بینم ای پدر، چون تو حاکم زندگی منی، شادم با رویت ای پدر. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. این سرودایی است که خداوند به ما میده، ما هم براتون میسراییم، میخونیم تا شما بشنوین، لذت ببرین ازش. خب امروز یه سره میرم روی درسم، چون مسائل ایران اینقدر زیاده، ما که سیاسی نیستیم، ولی خب بعضی موقع درد دلی که داریم، این دل ما برای ایران میتبه. بعضی موقع واقعا دوست دارم که ایرانم مثلا تاجیکستان چجوریه، رئیس جمهورش میاد بهار جشن میگیره، یا هر جشنی که هر روز هر ماهی که دارن میاد میرقصه برای ملت تا رویه بده به ملت، ولی رهبران ما
رویه که نمیدن به ملت، خودشون آقازادا که من نمیگم آقازاده نیستن اینا، برای اینکه انسانایی هستن که واقعا پلیدی از اینا میباره. چون آدمی که نمیدونم ساشا، نمیدونم کی اسمشو گفتن، فیلمش هم دیدم توی این فیسبوک ها، فکر کنم شما هم دیدین، در کانادا حالا کجا هست، یک بسته پول ور میداره به مردم ایران، فیلم میگیره نشون داره میده پولار اینجوری همه رو میریزه توی این اتاق، بعد به مردم هم یه بلاخ هم میگه. یعنی اینا اینقدر وقی شدن، اینقدر پررو شدن که حتی فرزندانشون، خودشون که دزدن، فرزندانشون که دزدی میکنن پولار میبرن جای دیگه، با این اعمال زشت خودشون نشون میدن به مردمی هم که بدبختن، دارن توی ایران زج میکشن، توی ظرفهای آشغال دارن غذا پیدا میکنن، به اونا این علامت میدن، بلاغ میدن، نمیدونم پول دارن میریزن نشون میدن. آیا این انسانیت حقیقتا انسانیته؟ آیا این از روش زندگی یک انسان که اگه همنوعی من نداشته باشه، من پدرم دزدیده یا خودم دزدیدم برم در کشور دیگه، حالا که دزدیدم رفتم ولی پول یه فیلم برداری بکنم، پولای اسکناس بریزم توی اتاقم، بعد به مردم ایران نشون بدم بگم که شما کسی نیستین؟ یعنی این انسانیت حقیقتا؟ اینجوری بود که آقای خمینی اومده بود ما رو به انسانیت برسونه؟ نه که به انسانیت نرسیدیم، بلکه معنویات و اخلاقیات ایرانی ها همه خراب شده. ملتی شدیم نه اخلاق الان برامون مونده، نه معنویات مونده برای ما. سقوط انسانیت داشتیم از اون روزی که این حکومت دینی اومده. آقایونی آدم دلش درد میگیره، تو که دزدیدی مرد، پدرت که دزدید، پدرت سفیر نمیدونم کدوم کشوره دزدی کرده، تو با پول دزدی ملت ایران که الان گوشت 120 تومن دارن میخرن، با چی بدبختی دارن زندگی میکنن؟ کارگری که 6 ماه حقوق نگرفته، شرمنده زن بچشه، تو پول اسکناس میاری میریزی، فیلم برداری هم میکنی به ملت ایران نشون میدی، بلاغ هم میگی. یعنی اینقدر شما وقی هستین، اینقدر شما پررو هستین، شما رو انسان نمیشه گفت. در روزای از که عید داره میشه، ولی یک دونه امید به شما بدم، ایمان دارم که اینا به زودی زود سرنگون خواهند شد. ایمان دارم که خدایم به زودی زود اینا رو سرنگون خواهد کرد و شما شادی به ملت ایران برگشت خواهد کرد. اینی ایمان دارم. انسانایی که مثل اینا این کارا رو میکنن، در این دنیا هیچی ندارن، در همون دنیا هیچی ندارن. چون برای اینکه اینا بوی از انسانیت نبردن. امروز میخوام از لوقا 6 براتون بخونم که ببینیم که عیسی مسیح در سور روش زندگی رو ما به ما یاد میده، چجوری میگن زندگی کن. عیسی مسیح تعلیمی که میده برای زندگی ما نه که خوبه، بلکه عالیه، بلکه زندگی ما رو عوض میکنه، بلکه روش زندگی ما رو عوض میکنه، بلکه کاری میکنه که ما در زندگی انسان باشیم، حقیقتا انسان باشیم. حیوان هم میتونه مثل اونا زندگی بکنه، ولی بین انسان و حیوان فاصله خیلی زیاده. انسان شعور داره، انسان میفهمه، انسان درک داره، ادراک داره، سواد داره. ما که نباید نیومدیم مثل حیوان زندگی بکنیم. که حکومت دینی اومد که تمام خوشی های ایران رو از بین برد. اینا اومدن که ایران رو خراب بکنن، اینا اومدن تمام زندگی مردم سیاه بکنن و کردن.
میگه گفتار عیسی درباره روش زندگی که همون خوشا با حالاست. میگه در این هنگام عیسی رو به شاگردان خود کرد و گفت خوشا با حال شما که تویی دستی. امروز ای ملت ایران فکر نکن که تویی دستی. عیسی مسیح میگه خوشا با حال شما که تویی دستی، زیرا ملکوت خدا از آن شماست. شما که ملت امروز تویی دستید، که آدمای نابابی مثل این حکومت دینی که از شیطانن اومدن بر شما حکومت دارن میکنن. عیسی مسیح میگه ملکوت خدا از آن شماست. میگه خوشا به حال شما که تویی دستی، زیرا ملکوت خدا از آن شماست. خوشا به حال شما که گریان هستید، زیرا زمانی خواهد رسید که از خوشی خواهید خندید. که به زودی زود این خوشی شما برگرد خواهد کرد. ایمان دارم که به زودی زود، به خصوص در سال شروع نکردم، بیدا برای روز چهارشنبه سوری بهتون بگم ملت ایران، میدونم که این کار میکنین، ولی این چهارشنبه سوری رو میخوام بتر کنین، به قول تهرانی ها بتر کنین. یعنی واقعا بیاین بیرون، بهترین خوشی رو تو این چهارشنبه سوری بکنین، بدونی که خرابی به بار بیارین. روز اگه این روز بتونین روز پیروزی شما بکنین، یا یک تودعنی به این دولت زدین، بهترین چهارشنبه سوری رو داشته باشین. مثل قدیما آتش بازی بکنین، نه اینکه فشفشه و بمب بیارین بتر کنین، نه، خواهشن این کار نکنین. ادهی زخمی میشن، ادهی میمیرن. حتی همین یه ذره کلش میارین، آتش میزنین، روش میپرین، شادی میکنین. همه ملت ایران امسال بیاین بیرون. 80 میلیون آدم، این 70 میلیونش بیاین بیرون. تو خیابونا بیاین بیرون. بیزار وحشت خطرین براتون شادی میکنین. بیزار وحشت این رژیم بگیره. بگین که 70 میلیون شما با همین، 75 میلیون آدم با همین، هم دستین. بیاین خوشی بکنین امسال. ایمان دارم که به نام عیسی مسیح، از خداوند، از خدای من میخوام که در نام عیسی مسیح بهترین شادی زندگی رو داشته باشی. به ایمان دارم که خواهید داشت. میگه خوشا به حال شما که گریان هستی، زیرا زمانی خواهد رسید که از خوشی خواهید خندید. که دیر نیست، زمانش خیلی زود، به زودی زوده. میگه خوشا به حال شما وقتی که مردم به خاطر من از شما متنفر شوند و شما را در جمع خود راه ندهند و به شما ناسزا گویند و تهمت زنند. میبینین شما اونجا خدا رو هیچ کس نمیخواد، اسم خدا رو بیارین، ولی میبینین تو خیابونا اصلا بزنین معلومه، اصلا تو این فیسبوک ها، تو این مدیا میبینین که تو خیابانای تهران بعضی جا نشستن دارن هیرویون میکشن، دارن تزریق میکنن، کسی کاری به اینا نداره. ولی شما اگه اسم خدا رو بیارین، بگین خدا محبت است، شما رو اذیت میکنن. در این گونه مواقع شادی کنید، بله شادی کنید و مسرور باشید، زیرا در آسمان پاداشت بزرگی در انتظارتان خواهد بود. بدانید که با انبیای قدیم نیز مردم همین گونه رفتار کردند. نه انبیای کذایی یا انبیای دروغین نمیگه، انبیای اصلی زمان قدیم میگه که قوم یهود داشتن. میگن I love you ایران، مرسی. شما هم چایاتونی بیاریم مثل من، اگه لیوان آیلاوی ایران داریم که چاییتون رو بخورین، اگه هم ندارین تو همون لیوانا نوش جانتون باشه.
میگه اما وای به حال ثروتمندان، زیرا دوران خوشی ایشان فقط معدود به همین جهان است. نه اونایی که ثروت از روی راستی و درستی در میارن، از روی کسب دارن در میارن، بیزنسمنن، نه به اونا نمیگه، به اون ثروتمندانی میگه مثل این ساشا نمیدونم چی بود فامیلیش یادم رفت، که پولای مردم رو دزدیدن بعدم برای مردمم میان پولا رو میریزن به مردم نشون میدم که چشم مردم مثلا چی بشه. نمیدونم برای خودشون نمیدونم چی فکری میکنن. فکر میکنن ببین میگه که اما وای به حال ثروتمندان، زیرا دوران خوشی ایشان فقط محدود به این جهان است. یعنی چند سال زندگی میکنم؟ هیچ کس نک از یک ساعت دیگر، از نیم ساعت دیگر، از ده دقیقه دیگر خودش خبری نداره که آیا زنده هست یا نیست. وقتی انسانی که نمیدونه ده دقیقه دیگه، نیم ساعت دیگه زنده هست یا نیست، چرا من باید اینقدر بدی به انسانهای دیگه بکنم؟ چرا بایستی اینقدر حریص باشم نسبت به این دنیا؟ چی بشه؟ حرص من بابت چیه؟ دو تا قبر برین، دو تا قبر قبرستون نگاه بکنین، دو تا قبر خالی رو، یکی پادشاه این دنیا باشه، تمام ثروت های این دنیا مال اون باشه، یکی هم فقیر بدبخت باشه، هر دو تا باید برن تو اون قبر. هیچی هم با خودشون نمیبرن، هر دو تا یه جا میرن تو یک دونه زمین یک متر دو متر. چرا اینقدر حرص میزنیم نسبت به این دنیا؟ چرا نمیفهمیم که این دنیا، این جهان زود گذره؟ با دزدی کردن، با پول مردم، با دل مردم شکوندن، با پول مردم ندادن، پولا رو خوردن، چی میخوایم بکنیم؟ این پولا رو دادیم به دولت وقی انگلیس و دولت های اروپایی که بعد از شما بکشن بالا. یه لیستی برام اومده بود توی تلگرام که حدودا 30 نفر از اینا پولای مردمی که این 40 سال دزدیدن، پولای نجومی اینا رو داشت نشون میداد. خامنه ای 4 میلیارد و نیم دلار پول داشت. بابا اینجا مرده ترامپ که ثروتمنده تازه 3 میلیارد و نیم پول داره. در این 40 سال آقای خامنه ای تو چی کار کردی؟ چی داشتی که 4 میلیارد و نیم؟ پسر تو چی داشت که 6 میلیارد دلار پول داره؟ از کجا آوردین این پولو؟ معلومه که از ملت دزدیدین، از سرمایه ثروت ایران دزدیدین و ایران خراب کردین، به سوریه دادین، به لبنان دادین، به فلسطین دادین، به یمن دادین، به هرچی خرابکار در تمام دنیا به اونا کمک کردین که خرابکاری بکنه. بشنوین ببین عیسی مسیح به شما چی میگه. بشنوین، میگه که اما وای به حال ثروتمندان، زیرا دوران خوشی ایشان فقط محدود به این جهان است. عزیزان من، این پول هیچ ارزشی نداره بابت اینکه تو زندگی تو برای اون دنیا خراب بکنی. باور نداری اون دنیای وجود داره؟ 70 سال زندگی بکن، بعد از 70-80 سال که میری بدن حالید میشه که اون دنیایی هست و قاضی عادلی هست اون بالا که خدا باشه، به عیسی مسیح باشه، شما رو قضاوت میکنه. اون موقع میفهمین. این 80 سال اینقدر سریع میگذره که واقعا نمیدونی، الان نمیبینی که روز، هفته، ماه، سال چقدر سریع داره میگذره. عمر ما اینجوری داره میره. چرا اینقدر دو دستی چسبیدیم به این دنیا؟ از این دنیا چی به ما میرسه؟ هیچی. چقدر خوبه که با همدیگر داشته باشیم، با هم خوش باشیم تو این 70-80 سال.
آقای خامنه‌ای چقدر زندگی میکنی؟ پسر خامنه‌ای چقدر دیگه زندگی میکنی؟ همین حالا اگه توبه بکنی برگردی یا خدا تو رو میبخشه. همین حالا اگه توبه بکنی، هر کدوم شما که الان توی رأس دولت ایران هستین، همین الان توبه بکنین خدا شما رو میبخشه. ولی اون پولا رو برای مردم خرج بکنین، برای ایران خرج بکنین. ویلا زندگی هیچ ارزشی نداره که تو خون ملت بریزی، پول ملت بدزدی، تمام خوشیهاشون رو ببری، ظلم بکنی به این ملت. هیچ نمیارزه. تو الان 80 سالته آقای خامنه‌ای. چند سال دیگه زندگی میکنی؟ پسرت مثلا فکر میکنه مثلا 50 سالشم. نه، چند سال دیگه زندگی میکنه؟ 20 سال؟ 30 سال؟ چی میخواییم بکنیم؟ پول کجا میخواییم ببرین؟ مگه بمیرین غیر از اینکه اون تن تو ما شما میره توی خاک، بدن شما توی خاک میره، حتی بدن تو هم نمیتونی ببری، فقط روی تو میشه. اگه این کار خوب کردی در این دنیا، رویت میره به بهشت که اونجا خداوند یه جسمی تازه بهت میده. نه این اسلامی هایی که میگن اونجا نمیدونم 80 تا پری بهتون میده، نمیدونم چند تا، از این حرفایی بیخود که میزنن. میگه اما وای بال آنانی که اکنون سیر هستن، پول ملت ایران میخورین، شکمتونم ماساژ میدین، سیرم هستین که با مردم ایرانم میخندین. عیسی مسیح میگه اما وای بال آنانی که اکنون سیر هستن، زیرا دوران گرسنگیشان فرا خواهد رسید. این ملت یک روز به همین زودی زود بر میگردن و شما نشون میدن که شما گرسنگی یعنی چه، بدبختی و بیچارگی یعنی چه، غم و شادی یعنی چه، به شما نشان خواهند داد. چون دست خدا در ایرانه. این من ایمان دارم که دست خدا در ایرانه و شریر و شیطان هم نمیتونه شما رو نجات بده. سقوط شیطان به زودی زود در ایران از بین میره، به سقوط میکنه، اصلا دیگه نابود میشه. چند سبایی داره جولان میده، ولی بدون که خداوند ایران رو نجات میده به زودی زود. میگه وای به حال آنانی که امروز خندان و بیغمند، زیرا غم و اندوه انتظارشان را میکشن. شمایی که امروز پول ملت رو خوردین و زدین و دارین خوشین، میسون آقای، باز میگم آقایش که پولای خودش اونجوری میریزه شاد به قول خودش، نمیدونید ده دقیقه دیگه نمیدونید در تصادف جاده شاید بزنن ماشین بمیری، شاید ده دقیقه دیگه یه نفر دیگه با تیر بیاد تو رو بزنه، شاید ده دقیقه نیم ساعت دیگر قلبت ایست بکنه بمیری، نمیدونی. ولی با پول دزدی داری مردم رو نشون میدی که بلاغ هم به مردم میگی. وای بر شما آنگاه که مردم از شما تعریف و تمجید کنن، زیرا با انبیای دروغین نیز به همین گونه رفتار کردن. چقدر این دین کذایی الان انبیا داشت، چقدر با بچه هاشا گفتن الان یه میلیارد خورده هم طرفدار داره. اما به همه شما که سخنان مرا میشنوید، عیسی مسیح میگه اما به همه شمایی که سخنان مرا میشنوید گوش کنید. ببین عیسی مسیح چی تعلیم میده به شما. میگوید که دشمنان خود را دوست بدارید. حتی میگه دشمن خودت رو دوست بدار، برایش دعای خیر بکن، بذار برگرده از اون راه اشتباهی که داره میره برگرده. و به کسانی که از شما نفرت دارن خوبی کنید، بذار برگردن، نه نفرتی از شما نداشته باشن بلکه شما رو دوست داشته باشن. امروز یه دولت مردان بیاییم برگردیم به طرف ملت ایران،
بیاین این پولایی که دزدیدین برای ملت ایران خرج بکنین، شب عید مردم 6 ماه حقوق نگرفته کارگر. کارگران 6 ماه است که حقوق نگرفتن، معلمین یه حقوق بازنشستگی خیلی کمی دارن، همه دارن تظاهرات میکنن، بازنشستگان، معلمین، نمیدونم راهن، اتوبوسرانی، این اون. شب عیده، دست خالی هم مردم. برای آنانی که به شما ناسزا میگویند دعای خیر کنید، برای افرادی که به شما آزار میرسانند برکت خدا را بطلبید. تعلیم خدا، خداوند اینه، تعلیم عیسی مسیح نجات دهنده اینه. اینه، این فرق با انبیای دروغین، این فرق با دینهای کذایی که شما رو میگن که وقتی میخونی مکتبشونه و میگن که بکشین کسایی که با شما هم عقیده نیستن، نمیدونم این کار رو بکنین، دستشونو ببرین، نه که دعا برکت نمی کنن، نه که خوشی با اونا نمی کنن، بلکه میخوان اونا رو بکشن، نابود بکنن. کارشون نابودیه، کار شیطان نابودیه، کار خدا نابودی نیست. کار خدا مثل یک بابا رو میمونه که عاشق فرزندانشه و میخواد که فرزندانش بهترین زندگی رو داشته باشن، و تعلیمی که به فرزندانش میده برای درست زندگی کردن فرزندانه. میخواییم سرود گوش بدیم یا برم؟ آقای یاسر جان سرود گوش بدیم یا بریم؟ بد ها و در سختی، در طوفان های این دنیا، تنها یک چیز مرا آرام است که تو با من هستی ای عیسی. گر نباشد مرا همدم، از هر سو جانم در سختی است، دانم نور امید تو شکافنده هر تاریکی است. تنها امید جانم عیسی، ستایم نامت را در هر جا، میدانم یک چیز را که تو تا ابد در قلبم پادشاه، با محبت بیمانندت پوشانیدی زندگیم را، نترسم چون تو این سلطانم در حیاهوی این دنیا. گر افتاده یا که خموده ام یا سر بلند، این امانت توست ای عیسی که گیرد دست من در هر بند. چیزی ندارم بهرت نهم جز این تن و جان خسته ام، تسل میده و شفا به من، با فیض تو گیرم من مرهم. ستایم نامت را در هر جا، میدانم یک چیز را که تویی تا ابد در قلبم پادشاه، با محبت بیمانندت پوشانیدی زندگیم را، نترسم چون تویی سلطانم در حیاهو.
و در سختی، در طوفان‌های این دنیا، تنها یک چیز مرا آرام که تو با من هستی ای ایسا. گر نباشد مرا همدم، از هر سو جانم در سختی، دانم نور امید تو شکافنده هر تار. با درود دوباره به ملت عزیز ایران، امیدوارم که سرود خوشتون اومده باشه. بله، داشتیم از لغای 6 گفتار عیسی مسیح درباره روش زندگی که بذار تا اونایی که الان دارم میشنون، من تا آیه 27 خوندم، یه دور میخونم فقط براتون. میگه در این هنگام عیسی رو به شاگردان خود کرد و گفت: خوشا به حال شما که تویی دستین، زیرا ملکوت خدا از آن شماست. خوشا به حال شما که گریان هستین، زیرا زمانی خواهد رسید که از خوشی خواهید خندید. خوشا به حال شما وقتی که مردم به خاطر من از شما متنفر شوند و شما را در جمع خود را ندهند و به شما ناسزا گویند و تهمت زنند. در این گونه مواقع شادی کنید، بله شاد و مسرور باشید، زیرا در آسمان پاداشت بزرگی در انتظارتان خواهد بود. بدانید که با انبیای قدیم نیز مردم همین گونه رفتار کردند. اما وای به حال ثروتمندان، زیرا در دوران خوشی ایشان فقط محدود به این جهان است. اما وای به حال آنانی که اکنون سیر هستند، زیرا دوران گرسنگیشان فرا خواهد رسید. وای به حال آنانی که امروز خندان و بیغمند، زیرا غم اندو انتظارشان را میکشد. وای بر شما آنگاه که مردم از شما تعریف و تمجید کنند، زیرا با انبیای دروغی نیز به همین گونه رفتار میکردند. اما به همه شما که سخنان مرا میشنوید میگویم که دشمنان خود را دوست بدارید و به کسانی که از شما نفرت دارند خوبی کنید. برای آنانی که به شما ناسزا میگویند دعای خیر کنید. برای افرادی که به شما آزار میرسانند برکت خدا را بطلبید. این سری خوندم به قدری که تا اینجا رو در قسمت اول درس دادم. حالا میرسیم به آیه 29. میگه اگر کسی به یک طرف صورت سیلی زد، بگذار به طرف دیگر هم بزند. اگر کسی خواست ردای تو را بگیرد، پیراهنت را هم به او بده. هر که از تو چیزی بخواهد از او دریغ ندار، و اگر اموالت را گرفته در فکر پس گرفتن نباش. اینه به کی میگه؟ به کسایی که میگه مثلا همسایه‌ن، رفیق‌ن، مثلا یه برخورد کوچیک باهاش میکنه، میگه که وقتی یه سیلی زد یا یه برخورد بد کرد با همسایه‌ت، باهاش تون نباش، نزن تو صورت اون، بذار شاید اون ناراحت باشه اون موقع، شاید مثلا یه از یه جای دیگر گرفتاری داشته باشه. تو با این کارت باعث میشی که اون برگرده به سوی تو، برگرده به سوی انسانیت، برگرده به سوی خوبی. اینو عیسی مسیح داره میگه. میگه وقتی یه نفر خشمگین اومد به طرف تو، باهاش گلاویز نشو، بذار مثلا یه سیلی زد بهت، اشکال نداره. میدونی چرا؟ برای اینکه اون موقعیت که تو هم گلاویز بشی، اینجا یه نفر بگیره بمیره اصلا، یه نفر چاقو برداره بیا. ولی اگه تو آرام باشی، اون طرف یه سیلی هم زد بهت، اوکی، سیلی زد، ناراحتی خودش ریخت، تمام اعصابش خرد بود، ریخت همه رو، ولی این برمیگرده روز دیگه، دو ساعت دیگه میاد صورتتو بوس میکنه، میگه من موقعی که خشمگین بودم اومدم باید ناسزا گفتم، تو به من چیزی نگفتی،
مرسی، ممنونم ازت که اون موقع با من چیزی نگفتی. اگر میگفتی امکان داشت چیزهای بدی پیش بیاد. اینه که عیسی مسیح میگه تعلیم داره میده. زندگی عوض میشه، آدما عوض میشن. اینه تعلیم، نه اینکه دینی بیاد به ما بگی که آقا من تو رو میکشم، تو رو میزنم، نمیدونم دستتو میبرم، فلان میکنم. نه، این تعلیمات غلطه. کسی که مکتبی که اینجوری تعلیم میده مکتب خدا نیست، دین خدا نیست، کلام خدا نیست. خدا میگم یعنی بابا رو میمونه، پدری که هم تعلیم خوب به فرزندانش میده، هم برای خوشی میخواد فرزندانش خوش باشن، در زندگی شاد باشن، در زندگی موفق باشن. اون شیطانه که کارش اینه بزنه، بکشه، ببره، نابود کنه. میگه اگر فقط کسانی را دوست بدارید که شما را دوست میدارن، چی برتری بر دیگران داری؟ اگه یه نفر که من دوست داره همش بهش بگم چاکرم، مخلصم، فلانم، اون که هیچ برتری به نسبت به کسی دیگه. میگه آدمایم که خیلی آدمایم که خیلی بد برخوردن، اونام با رفیقاشون همونجوری میکنه. هیچ برتری من نسبت به اون ندارم. برتری من نسبت به اونی که میاد خشم میگیره بر من. اگه من آروم باشم، اون دو ساعت دیگه میاد بر میگرده به صورتم بوس میکنه، اونه برتری من که خودم رو کنترل بکنم. میگه خدا نشناسان نیز چنین میکنن. اگر فقط به کسانی خوبی کنید که به شما خوبی میکنن، آیا کار بزرگی کرده اید؟ اگر من به یه نفر خوبی بگونم که همیشه داره با من خوبی میکنه، کار بزرگی نکردم. اونی که میاد یه سیلی میزنه یا چهار تا فوش میده، چهار تا ناراحتی روی سرم خالی میکنه، اگر من اونجا آرام باشم، اون آرام بکنم، دو ساعت دیگه اون بیاد بگه دست در نکنه، اون موقعی که من خیلی ناراحت بودم اومدم بهت ناسزا گفتم، تو هیچ بر نگشتی، چیزی به من نگفتی. این برتری یک مسیحی، کسی که به عیسی مسیح ایمان داره، چون تعلیم عیسی مسیح رو خوانده، شنیده و عمل میکنه. و اگر فقط به کسانی غرض بدید که میتوانند به شما پس دهند، چه هنری کردید؟ من الان به یه نفر مثلا 100 دلار قرض میدم، میدونم که به من پس میده. میگه هنری نکردی. اون بدبختی که پول نداره 100 دلار به اون بدم، اگر اومد به من پس نداد، هیچی هم من نگفتم، اون موقع هنر کردم، چون اون موقع احتیاج داشت و من 100 دلار داشتم به اون دادم. اینه میگه هنر. اینه که میگه زندگی ها عوض میشه با محبت کردن تو من. اون زندگی یه نفر عوض میشه. میگه حتی گناهکاران نیز اگر بدانم پولشان را پس میگیرن، به یک دیگر قرض میدن. بس برتری بس منو با اون گناهکار نیست. اگر منم همون کار بکنم، قرضی بدم که میدونم پس میگیرم، آدمی که میشناسم بهش بدم، اگر نمیشناسم یه دلارم بهش کمک نکنم، فایده نداره، هیچ برتری هم ندارم من. میگه اما شما دشمنانتان را دوست بدارید، به ایشان خوبی کنید، قرض بدید و نگران پس گرفتن نباشید. در این صورت پاداش آسمانی شما بزرگ خواهد بود، زیرا همچون فرزندان خدا رفتار کردید. چون خدا نیز نسبت به حق ناشناسان و بدکاران مهربان است. ببین این همه آدمایی که الان هستن، همه که خدا پرست نیستم، باز خدا اونم دوست داره، میخواد اونم برگرده به سوی خودش. منی که خدا رو دوست دارم، به خدا وفادارم، اونی که میگه خدا رو قبولم نداره، خدا اونم دوست داره. اینی که باز مثال اون پدری میمونه که 5 فرزند داره، 4-3 خوبن، 2 از راه بدرن، کارهایی میکنن که پدر خوشش نمیاد، ولی پدر هیچ وقت نمیتونه اون فرزندش دوست نداشته باشه. پسر مثلا یرونیه، پسر دزده، یه پسرش نمیدونم دعواگیره، پدر نمیتونه اون دوست نداشته باشه، ولی باز به اون تعلیم میده، باز به این بچه های خوبش میگه، باز با این برادر خواهراتو صحبت بکنیم، بیزار برگردن به این سو، بیزار به رای راست برگردن، ولی پدر اونم دوست داره.
این برتری کلام خدا تا کلام شریر و شیطان. میگی ایراد نگیرین تا از شما ایراد نگیرن، دیگران را محکوم نکنید تا خدا شما را محکوم نکند. میگی الکی قضاوت نکنین، وقتی چیزی رو نمیدونی قضاوت نکن در رابطه با کسی، تا به بالا پیش خدا قضاوت بشی. گذشت داشته باش تا نسبت به شما گذشت داشته باشن. میگه مثلا همون $2 دادی، یه دفعه دیدی مرد نداره، $5 دادی نداره، گذشت داشته باش نسبت به اون $5 یا $100. شاید واقعا اون نداشته باشه. بدهید تا خدا به شما بدهد. هدیه‌ای که میدهید به خودتان برخواهد گشت. وقتی میگی هدیه میدین، کمک میکنین به اونایی که محتاجن، بدونین که خدا اینا رو میبینه و به زندگیتون برکت میده. شما نمیبینین میگن از هر دست بدی اون دست میگیری؟ این دیگه مثال معروفه به تو ایرانی ها که از هر دست بدی از همون دست میگیری. بس بدون که خدا بهت برکت میده اگه کمک بکنی. آنم با پیمانه پر لبریز فرشورده و تکان داده شده. یعنی خداوند تو $100 میدی، خداوند 10 برابرش بهت میده. خدا زیر دین هیچ انسانی نمیمونه. به خصوص شما 10 وقتی از درآمدتون میدین، خدا هیچ وقت زیر دین شما نمیمونه. تنها جایی که خدا میگه من آزمایش بگون همین 10 هاست که شما برای کلام خدا میدین، چی به این تلویزیون میدین، چی به کلیسا میدین، چی به جای دیگه میدین، فرقی نمیکنه. میگه 10 درآمد خود رو بدی که خدا بهت برکت میده. خدا میگه من آزمایش بگون در این دادن 10 ها. با هر دستی که بدهید با همون دست دریافت خواهید کرد. اگر با دست پر بدهید با دست پر دریافت میکنید، و اگر با دست خالی بدهید با دست خالی دریافت خواهید کرد. سپس عیسی این مثال را آورد. چه فایده ای دارد که کور رهنمای کور دیگر باشد؟ آیا یک دونه آدم کور میتونه رهنمای یک کور دیگر باشه؟ خودش که نمیبینه جاده رو، که خودش که هیچ جا رو نمیبینه، چجوری میتونه یه کور دیگر بگیره رهنمایی بکنه، بگه بیا این راه رو من دارم میرم، بیا تو رهنمایی بکنم این راه رو برم. یعنی دیروز یه فیلم کوتاه دیدم، گفتم کور، یه مرد کور بود، داشت میرفت تو این جاده، یه ماشین هم داشت عقب داشت میومد، نمیدید اونو، کامیون بود، بدبخت زیر کرد انداخت، تازه فهمید اون داد کرد، فهمید ترمز کرد آورد، دید یه نفر افتاده اون پای. بس کور نمیتونه کور دیگر رو رهنمایی بکنه، جاده رو بهش نشون بده، چون خودش در خطره، جاده ای که میره نمیبینه. یکی در گودال بیفته دیگری هم به دنبال خود میکشد. همینی که دارم میگم، وقتی گودالی باشه بیفته اونم میکشه با خودش تو همون گودال، چون خودش هم نمیبینه اونجا رو. چگونه ممکن است که شاگرد داناتر از استاد خود باشد؟ شاگرد اگر زیاد تلاش کند شاید مانند استاد خود شود. بالاتر از استادی که خود نمیتونه بره که. حالا میگیم بعضی ها مثلا استعداد بیش از حد دارن توی این مدرسه، این نسبت به استاد آسمانی داره میگه، نه استاد زمینی. من که نمیتونم مثل عیسی مسیح بشم، خیلی سعی بکنم توی این دنیا مثل عیسی مسیح بشم، نمیتونم بالاتر از عیسی مسیح بشم که. که نمیدون، خیلی سخته. تو اگه بتونی عیسی مسیح بشی، باید تمام، یعنی این دنیا برات اصلا جهنم میشه، برای اینکه همه طرف داری ضربه میخوری. ولی عیسی مسیح میگه تو بایستی 50% حداقل مثل استادت عیسی مسیح باشی. میگه چرا پرکار را در چشم دیگران میبینی اما چوب را در چشم خود نادیده میگیری؟ میگی تو وقتی میگی به یه نفر ایراد میگیری، ایراد تو بزرگتر ایراد خودت نمیبینی، ولی ایراد اونو میبینی، به اون تذکر میدی. همه ما همینیم دیگه، ایراد کسی دیگه رو میبینیم ولی ایراد خودمون رو نمیبینیم. از خودمونم
ایراد نمیگیریم، اگرم از ما ایراد بگیرن ناراحتم میشیم. چگونه جرأت میکنی بگویی برادرت اجازه بدی پر کار را از چشمت در آورم در حالی که چوب را در چشم خود نمیبینی؟ اگر متظاهر، ای متظاهر، نخست چوب را از چشم خود در آور، آنگاه بهتر خواهی دید تا پر کار را از چشم او بیرون آوری. میگه اول راه و رسم خودتو درست بکن، اون گرفتاری هایی که خودت داری اول درست بکن، بعدم برو به یه نفر ایراد بگیر. ایرادهای خودت اول درست بکن. وقتی من اگه یک ایرادی دارم با من یه نفر همون ایراد داره بهش بگم، میگه آقا تو خودت برو اول ایراد خودت درست بکن، بعدم بیا ایراد من درست بکن، با من بگو. میگه اگر درخت خوب باشد میوهش نیز خوب خواهد بود، و اگر بد باشد میوهش نیز بد خواهد بود. درخت را از میوه خوبش میشناسند، درخت را از میوهش میشناسند. نه بوته خار انجیر میداد و نه بوته تمشک انگور. میگه درخت خوب و از میوهش میشناسند. دین خوب، کلام خدا را هم از کلامی که از انجیل یا از یک کتاب دیگه است میشناسند. اگه کلام خدا باشه شما بایستی از کتابش بشناسید، ببینین کتابش چی میگه. اینو داره یه درخت مثال میزنه، یعنی میگه دین خوب باید از کتابش بشناسی و یه کلام خدا رو باید از کتابش بشناسی. انجیل یعنی خبر خوش، یعنی خبر نجات تو. وقتی خبر خوشی میخونی نجات پیدا میکنی، میفهمی که این کلام خداست، نه دینهای کذایی که میوشه میبینی در دنیا که بدن ترور و وحشت و نابودی و بمب زدن و کشتن و خرابکاری کارشون. اینی میگه میوه درخت خوب از میوهش میشناسن. شخص خوب چون خوشقلب است اعمالش نیز خوب است، شخص بد چون بدباطن است اعمالش نیز بد است. آنچه در دل شخص باشد از سخنانش آشکار میگردد. میگه آدمی که دلش صافه از سخنانش مشخصه. وقتی سخن یه نفر داری گوش میدی، شنونده وقتی اونو گوش میده میفهمه که این دلش چیه. آیا اون دلی داره که نسبت به مردم کمک بکنه، محبت بکنه، دست کسی رو بگیره، یا نه از سخنانش برمیاد که نابود کننده باشه. مثل کی رو میمونه؟ مثل همین رژیم. از سخنانشون میفهمین که اینا نابود دارن میکنن همه چی رو. اینا برای درست کردن کار نیومدن، بلکه اومدن خرابکاری بکنن. میگن درخت خوب از میوهش میشناسن. اگه اینا درخت خوب بودن میوهشون معلوم بود. معلومه که درختشون بده، مکتبشون بده، معلومه که تون کتابشون نابودی نوشته. برای درست زندگی کردن نوشته نشده، تعلیم خوب نوشته نشده. اینی میگن که درخت خوب از میوهش بشناسی. میگی چگونه مرا خداوند میخوانین اما دستوراتم را اطاعت نمیکنین؟ عیسی مسیح میگه من میگین خداوند ها خداوند ها، ولی تعلیمی که بهتون میدم طبق اون تعلیم زندگی نمی کنی. حتی به ما اون مسیحایی میگی که مسیحی شدیم، اسم مسیح رو تو روی خودمون داریم، ولی از تعلیمات عیسی مسیح گریزانیم. اینو خداوند داره میگه. عیسی مسیح میگه تعلیم بهتون دادم، باید این تعلیم و دستوراتمو اطاعت کنید. اگه اطاعت نکنین چی مسیحی هستی تو؟ هر کی نزد من آید سخنان مرا بشنود با آنا عمل میکند، مانند شخصی است که خانه اش را بر بنیاد محکم سنگی میسازد. وقتی سیل بیاید با آن خانه فشار بیاورد پابرجا میماند، زیرا بنیاد محکم دارد.
تعلیمی میگی عیسی مسیح، میگی که تعلیم من تو رو درست میکنه، زندگی راهنمایی میکنه، تو زندگی خوبی خواهی داشت با تعلیمات من اگه این تعلیمات من اطاعت کنی. اگه اون دین خوب بود که تعلیماتش هم خوب بود دیگه، چرا باز نابودی همیشه؟ چرا میگن برو اینو بکش اونو بکش؟ اگه کسی عقیده تو با این یکی نیست، دو بار سه بار بگو چهار بار اگه برای تو نیومد بکشش. یا دزدی که با این دزدایی کوچیک بدبخت دستشونو میبرن، ولی اینایی که الان میلیارد میلیارد میدزدن اینا نیستن، اینایی که اختلاس میکنن اینا دزد نیستن. در عرض 40 سال 6 میلیارد پول داره. از کجا آوردین شما اینا رو؟ یه نماینده مجلس مگه چقدر پول میگیره؟ یه کارمند بانک، یه سفیر چقدر پول میگیره که اینقدر پول داره؟ اما کسی سخنان مرا میشنود و اطاعت، اما کسی که سخنان مرا میشنود و اطاعت نمی کند مانند کسی است که خانه اش را روی زمین سست بنا می کند و هرگاه سیل بر آن خانه فشار بیاورد فرو می ریزد و ویران می شود. کار عیسی مسیح آمده که از بنیاد تو رو درست بکنه، زندگیت عوض بشه، نه اینکه الکی دینای کذایی بیان شما رو به راهای منحرف ببرن. این کار درست نیست. کسایی که 100 نفر در یک راه دارن میرن، شاید همه دارن اشتباه میرن، ولی 4 نفر به راه راست میرن همه میگن ای این چون 4 نفره این راه اشتباه میره. نه، تو دنیای زندگی میکنیم که 90% به راه اشتباه دارن میرن، به 90% در راه جهنمی دارن میرن، شاید 10%شون کلام خداوند اطاعت میکنن به طرف خدا دارن میرن. چون کلام خداوند اطاعت کردن سخته. نمیتونی دزدی بکنی، نمیتونی سر مردم کلا بذاری، نمیتونی دل مردم در بیاری، نمیتونی به کسی خشمگین بشی. کلام خداوند سنگینه، عمل کردنش مشکله. منی که مسیحی هستم، عیسی مسیح یا خداوند به من میگه که خدا به من میگه دعیه که تو بده، ولی من دعیه که من نمیدم. میگم بابا من درآمد مثلا 2000 دلار دارم دیگه، 2000 دلار الان 200 دلار بدم پولم کم بیاد. نه، خدا میگه من آزمایش بکن، تو 200 دلار تو بده به این خدا میرسونه برات. خدا خودش میگه 10 برابر من بهت برکت میدم. و آیات بعدی میگه که اگر تو دعیه که ندی از من داری میدزدی. خدا میگه از من داری میدوزی. امروز ادعای مسیحیت فقط نکنیم ما، بلکه آنچه عیسی مسیح گفت عمل بکنیم. بیزار مردم با عمل کردن ما رو بشناسن، فقط گفتار نباشه، عمل هم درش باشه. گفتار با عمل حداقل 40% 30% عمل بکنیم. امروز روزیه که سال نو داره میاد، بهار داره میاد، سال داره عوض میشه. مردم در این سال نو به کمکای شما احتیاج دارن. دستت اگه امروز میرسه خدا بهت برکت میده. دست 4 نفر رو بگیر، نه یه نفری که پول داره برای پولش بریزه با مردم نشون بده من پول دارم تو پول نداری برو بمیر. این کار خدا نیست، این کار شیطانه که همچین حرکاتی میده، همچین گرفتاری برای شما میاره. امروز که تو کلام عیسی مسیح رو شنیدی و روش زندگی که عیسی مسیح بهت میگه شنیدی، اگر عمل بکنی در زندگیت همیشه شادی، زندگیت به بهترین نحو به جلو میره. اگه مشکلی داری در نام عیسی مسیح دعا میکنی، خداوند اون مشکل برات راحت ور میداره.
هیچ مشکلی نیست که خدا نتونه اونو ورداره برات. و بعد اینکه بدی ها از شیطانه، اگه میبینی مالت میزنه، اگه میبینی تمام بدبختی ها میاد، شیطانه که به بدبختی میاره به زندگیت. اگه امروز به کلام خدا ایمان بیاری، با خدا رابری، این خدا کمکت میکنه که نذاره تو دنیای شیطانی هی شیطان تو رو بزنه. چون تو دنیای شریر، تو دنیای شیطانی داریم زندگی میکنیم. زمین، حاکم زمین موقتا در دست شیطانه، تا این زمین روزهای آخرش داره میرسه. همین که اون هفته بهتون گفتم خورشید از 150 تا 200 سال اشعه‌ای از خودش میفرسته که تمام الکتریک از بین میبره، تمام الکتریک دنیا رو از بین میبره. بس امروز بیایم به همدیگر، به هم نوع خودمون محبت بکنیم. امروز بیایم این روش زندگی رو که از عیسی مسیح لغای 6 گرفتیم عمل بکنیم. بیاین انجیل رو بخونیم، برین تو سایدهای مسیحی، برین انجیلا توی ساید مسیحی است، بخونیم ببین چقدر زندگیتون عوض میشه. ببینین کلام خدا چقدر شیرینه. امروز به عیسی مسیح ایمان بیار تا عیسی مسیح زندگی تو عوض بکنه. امروز بگو یا عیسی مسیح به قلبم بیا و زندگی مو عوض بکن. میخوام شادی داشته باشم در زندگی، با خدا شادی داشته باش. عید خوبی داشته باشین، به خصوص یادتون نره چهارشنبه سوری روز پیروزی شماست، یک قدم تا پیروزی. بیاین بیرون شادی بکنین، نه انفجار، نه بمب بیندازین، نمیدونم فشفشه بیندازین انفجار بابا، نه چهار تا کلش بیزارین، 80-75 میلیون مردم بیاین تو خیابون. موفق باشین، پیروز باشین، دست خدا با همه شما باشه. شما رو به دست خدا میسپارم تا هفته دیگر. بدرود تا درودی دیگر. مرسی که ما نگاه کردیم.